آقای اوستا عزیز ببینیم در پاریس چه مطالب جالبی برای این برنامه دارن و چهره ایشون اومد، تصویرش رو میبینیم. درودی بر شما، انشالله که خوب و خوشین و پر و پیمانه اومدین تو این برنامه. درود بر شما استاد چرفشایی، درود دارم به برادر مهندس شجره، آقای شهرتی کارگردان برنامه و همه بینندگان مهربانی که ما رو میبینن. حالتون چطوره استاد چرفشایی؟ امیدوارم خوب شاد و بشاش و اینا، خوشحال میشیم آقا و نیرو میگیریم. سپاسگزار مهرتون هستم. ولی شوربختانه همونطور که شما در پایان فرمایشاتون اشاره کردید، منم از همونجا شروع بکنم. چی شد؟ صداتون برای آریایی ها اندو و غم اومده به خاطر که یک سرزمین آریایی نازنین و دوست داشتنی که سابقه دیرینه با ما داره، شیرین و فرهاد داده به ما در تاریخ، و آرمن یعنی آریان یعنی ایرانی، سرزمین ارمنستان دچار تهاجم خونین آذربایجان شده با پشتوانه رجب طیب اردوان، و اونطور که من خبرار گرفتم الان و با دوستان ارمنی هم در تماس بودم، کشته های فراوان. اینها حتی به روستاها حمله کردن و در روستاها وارد خانه ها شدن و زن و مرد و بچه رو کشتن، درست مثل همون قتل عام ارمنی هایی که او چند تقریبا صد و خورده سال ترکیه انجام داد. شربانه این مردم سلحشور آریایی ایرانی، ارمنی های عزیزمون در اونجا زیر این تهاجم سنگین آذربایجان یکی دو روز هست که دارن جان خودشون از دست میدن. آقای شرفشاهی عزیزم، بله جای تأسف داره و به هر حال مسلم اینه که پشت پرده این کارم پوتینه و با اینکه ظاهرا همیت میگه مثلا حمایت میکنه از ارمنستان اینا، ولی دلش میخواد یه بحران دیگه اونجا درست بکنه که این ماجرای اوکراین رو بتونه پشت پرده بذاره و یه فراموشی برای مردم ایجاد بکنه در زمینه اشتباه بزرگی که در حمله به اوکراین کرد. و روسیه اصلا از نظر مالی و اقتصادی و سلاح و همه چیز عقب افتاد و هیچ کشوری هم نبود که در این طول مدت به خاطر این که تحریمش کردن روسا رو بیاری بده، کمک بکنه و این بتونه در اینجا یه توفیقی حتی به دست بیاره. اینی که برای خود پوتین مشکل بزرگی اوکراین درست شده، هرچند که واقعا مردم اوکراین میلیون ها نفر کشته و آواره و در به در کرده و به خاطر هیچ، به خاطر اینکه یک مثلا رو دستی بلند شد روی امریکایی ها، ولی اینو اشتباه بزرگ کرد و الان در داخل روسیه خود پوتین دچار مشکله. بله ولی کاملا درست میگید، اشاره خوبی هم مهربانیار آقای دکتر رزمالای ناظریمون داشتن در رابطه با رجب طیب اردوان که بسیار درست است. این یه هیلگر و بازیگر خیلی رندی هست، رند به گونه منفی، چون رند مثبت داریم رند منفی. این با ساخت و سازی که با همه جهان داره به گونه ای تونسته اهداف خودشو پیش ببره و ببیشه روی این قضیه الان که به ارمنستان حمله کرده، چون مرگ ملکه الیزابت خیلی موثره در این جریان خلأ قدرت تا وقتی که چارلز سوم قدرت رو به دست بگیره نخست، و دوم شکستای پوتین در اوکراین. و همونطور که مستحضر هستید میدونید، رجب طیب اردوان، این اردوان اسمش میگن اقدوان، به هر حال این آقا رجب اردوان عرض کنم خدمتتون که مدتی است که الان مکرون تلفن میزنه هر از چندی به پوتین، اما این رجب طیب اردوان هست که الان نمایندگی میکنه پوتین رو در منطقه، یعنی ببینید در اروپا و بین کشورهای دیگه. و همونطور که میدونید کشتی های بسیاری رو از اوکراین خارج کرده، مایز و محصولات دیگه اوکراین که بلوکه شده بود رو این خارج کرده، در آفریقا، در لبنان، در یونان، جای دیگه به اصطلاح به فروش رسونده و اینها. نقش رندانه و زیرکانه رو داره بازی میکنه و از این فرصت استفاده کرده شوربختانه و داره آذربایجان رو پشتش رفته که حمله کردن به
ارمنستان. از طرف دیگه جناب شرفشاهی نکته دیگه که خیلی مهمه، این نکته ها باید که کوچکه ولی خیلی مهمه، از یاد میره یا بعدا میاد سر زبون ها که خیلی دیر شده، باید به اطلاع هم میهنان اون خصوصا برسونیم، چون هم میهنان ما حالا واقعا وقتی که میگه خلایق را هر چه لایق، ولی به هر حال ما وظیفه خودمون انجام بدیم اون اینه که سوریه، در سوریه یک وبای مهلکی اومده که سازمان ملل متحد اعلام کرده این رو، به خاطر اینکه آب اینها قطع شده، خشکسالی، قحطی، جنگ، آب ندارن در سوریه، آب فرات رو که تصفیه شده نیست میخورن. سازمان ملل ادعا کرده که یک وبای بسیار بزرگی تمام منطقه رو خواهد گرفت. به خاطر همین ایرانی خیلی سفر میکنن به سوریه، چه از نظر اقتصادی چه زیارتی، همشون بلا استثنا باید متوقف کنن، چون این دقیقا مثل همون ویروسی خواهد بود که از چین وارد کردن به قم و بعد چه کردن. الان هم سوریه رفتن یک خطر بسیار بسیار بزرگی بس آره سلامتی مردم ایران است. البته ایران شوربختانه در این جهل مطلق اکثریتی که جای گرفته نمیدونم، و جنگی که آقای شرف شایی من این واقعی چون برسونم اینجا، یک جنگ تمام عیار آماده است برای ایران از چهار گوشه. یعنی الان چون ایران در محاصره تمام عیار دشمنان تاریخی ما قرار گرفته که همواره نابودی ایران رو میخواستن، و بویژه با آنچه این نظام تبهکار روحانیت حاکم و سادات تازی که اینها خودشون نیز خواهان نابودی ایران بودن از 1400 سال پیش، در قرآنشون اومده که ایران باید نابود بشه. الان یک بدون شک بدونید که در عصر وقت اگه بتونن مثل اون هنگامی که صدام حسین حمله کرد تمام دنیا ازش پشتیبانی کرد، الان این تهاجم به ایران هم که کمتر ازش حرف میزنن، این تهاجم و تازش به ایران که از تمام مرزها، ما الان هیچ مرز امنی در ایران آقای شرفشوی نداریم، حتی پاکستان این عمران خان رو که برداشتن، حتما اونایی که دستن در کارن میدونن عمران خان مثل خیلی ها دیگه در سر جهان با پول جمهوری اسلامی اومدن قدرت رو به دست گرفتن، با هوادار جمهوری اسلامی بود که قدرت به دست گرفته بود، گذاشتنش کنار و الان پاکستان، افغانستان، تمام کشورهایی که همسایه با ایران یک بمبی است که هر لحظه منفجر میشه و این انفجار دوباره توسط اسلام و مسلمانی صورت میگیره. جناب شرفشاهی، فرمایشاتی که شما خودتون کردید، آقای رزمورای کرد، در روزنامه من میبینم بینیست، شما ببینید در عراق که ایران میلیاردها دلار توی سالا خرجش کرده، یعنی الان به هر زن و خانواده‌ای که تو جنگ ایران عراق کشته شده توی ایران پول نمیده، ولی تو عراق بهشون حقوق ماهیانه میده به دلار، و بعد چندین میلیارد دلار اینا هزینه میرن برای همین اربعین، و بعد عرض کردم خدمتتون نشون دادم چندین میلیارد دلار هزینه کردن این گنبدها، اینا رو همه رو دوباره طلا کردن، از سامره و نجف و کربلا گرفتین همه داغون شده بود ابوالفضل ابوالفضل، و کسی که یه بار دیگه عرض کرده بودم نمیدونم، کسی که این گنبد طلا میسازه یه پاکستانیه که پسرش هم اینجا مسئولیت داره توی فرانسه، که اصلا باش درگیر شدن به دادگاه کشیده شد، یارو پاکستانیه، اینه که میلیاردها دلار تو کاره، میلیاردها دلار ایران اونجا خرج کرده با همه اینا، با همه اینا همونطوری که خودتون فرمودین، شما ببینید الان شیعیان عراق ایرانی رو تحویل نمیگیرن، بهش فحش میدن، آب بهش نمیدن، مسخرهش میکنن. جناب شرفشاهی، سه چهار مورد که فیلماش رو من دیدم، چون عربی رو میفهمم، یارو عربه رفته توی همین کاخ فاطمه که در نجف ساختن که 220 هکتاره، تو کاخ فاطمه رفته نشسته با مردم اینا در حرف میزنه، به اینا فحش میده به عربی، بعد وسطش میگه یا حسین یا حسین، فحش میده، یارو ایرونیه که نمیفهمه این چی میگه، میگه خیلی ممنون خیلی ممنون. زنها رو فیلماش هست، الان فیلماش پخش شده، همه میدونن به زنها اینا سوت میزنن، بعد میگن حسین اینجاست بیا میخوای باید بخوابه امام حسین، بعد دختر رو باید میسن زنها باید. یعنی آقای شرفشاهی عزیز من، این سادات تازی که در ایران الان حاکم هستند با کلیت اینا که 1400 تا ما جنگیدن هیچ فرقی نداره، و اینا جنگ داخلی خانوادگی آوردن تو ایران، الان همون شیعیان خود عراق دشمن خونی هستند. یارو از توی
یک خیمه حسینی میخواد رو بندازه بیرون، میگه ایرانیه. مثل که بگه خیلی عوض میخوام، خیلی عوض میخوام، خیلی عوض میخوام. مثل که بگه یک حیوانیه، یک کسیه، یک وباییه. میگه این یارو ایرانی، من میخوام میندازمش بیرون. و شیعیان دیگه میگن ما ولش کن، برای حسین اومد. اینا فیلماش داره میده. یعنی تا این حد الان ایران در محاصره هست، این انفجار و تازش دوباره به ایران قطعی خواهد بود، مگر اینکه رژیم ساقط بشه، مگر اینکه یک دلاوری تو ایران پاشن این نظام رو ساقط کنن. اگر این نظام ساقط نشه، دیگر بار ایران باز نابود میشه، بدتر از اون جنگ 8 ساله با ایران. بعد شما آقای اوستا، خودتون که میدونی این امریکایی ها و انگلیس ها و اینا نمیخوان این مردم حرکتی بکنن و این رژیم رو ساقط کنن. اینا این حضور این رژیم رو میخوان، برای اینکه دارن ازش بهره برداری میکنن، دارن ازش استفاده میکنن. یه لولوی ساختن این کشورهای عربی و منطقه، همه با هم دشمنن. هیچ دوستی در حال حاضر جمهوری اسلامی در منطقه نداره، همه دشمنشن. بنابراین اینا این همین حکومت رو میخوان که دشمن باشه برای همه منطقه و دردسر ایجاد کنه. و الا خب خیلی راحته یک کمک کمی به مردم داخل کشور برسونن، مردم یه حرکتی میکنن. ولی الان امیدی ندارن بیان به چه امیدی حرکت بکنن. اینا پاسدارا بلافاصله همشون لطبار میکنن، میکشن، برای اینکه دستور صدعلی رو دارن. گفته بهش بارها بارها به اینا گفته نذارین هر کسی رو بکشین تا حرکتی ایجاد نشه، تا راهپیمایی به وجود نیاد، تا دردسری بر ما درست نشه. درسته فرمایشتون، درسته جناب شرفشاهی عزیزم. و الان همین جنگ ها رو که راه میندازن، سلاحی که فروخته میشه، همه سلاح ها رو تحقیق کنن دوستان و یاران، منتشر کنن به دیگران، به اطلاعشون برسن. بلک روک یعنی حجر الاسود، یک کمپانی امریکایی است. حجر الاسود، بلک روک یعنی سنگ سیاه، که به نام حجر الاسود هست و با پول سردم حضرت ساخته شده. در همین اون داره برای اینهایی و کلیشه داره میبره و خود اینها امریکایی ها، اینها جناب شرفشاهی به هر دو طرف هم اصلا اینا میفروشن و هدفشون اینه که اصلا با جنگ جیبای ملت ها رو خالی کنن و نفوذ سیاسی فرمایشون کاملا درسته. اما جناب شرفشاهی، مردم ما، سرداران آریایی که ارتش شاهنشاهی بودن، ایران را دست صدام حسین نجات دادن. اینها بایستی بدونن که برای تاریخ خودشون، فرزندان خودشون، باید اینا پاشن این قدرتی که الان دارن نشون بدن، مثل هزارها صد سالهای کهن گذشته از مردم خودشون دفاع کنن آقای شرفشاهی. وگرنه این سید و شیخ آخوند که سازندهشون همین انگلیس بود و این خانم ملکه که از دنیا رفت، جناب شرفشاهی، درسته برای تقریبا 100 کشوری که میگن کشورهای همسو با بریتانیا و کشورهای تحت استعمار خودش شاید خوب بود و یک چهایی داشت، اما اینها جهان شما در نظر بگین 70 سال، 70 سال این خانم ملکه بود. توی 70 سال جناب شرفشاهی ده ها جنگ در سرزمین های تحت استعمارش پدید آمد و میلیون ها نفر کشته شدن. من به اونایی که در قبل 70 سالی بود نمیخوام اشاره کنیم، خود ما رو قتل عام کردن به نام قحطی، ما رو، هند رو، دیگر کشورها رو، میلیون ها نفر ما رو کشتن. هنوز هم که هنوز ما میبینیم یک عده میان تعب سیت میگن و چه میگن. خب این سادات تازی جناب شرفشاهی، سادات تازی. و بعد نکته مهم، خیلی مهمه، اینو به شما عرض بکنم، فیلم جیمز باند آخر رو همه دیدید؟ هیچ کس نیست که جیمز باند آخری رو ندیده باشه. دانیل کرید با توش بازی میکنه. تو فیلم جیمز باند، این خود جیمز باندم گفت، موجود هست، قابل دسترسی داره شرفشاهی، گفت که ملکه خودش پیشنهاد کرد که من میخوام توی فیلم آخر جیمز باند بازی کنم. یعنی چندی قبل از مرگش در آخرین جیمز باند بازی میکنه، با جیمز باند بیاد از خونه رو برش میداره. حتی میگه ملکه خودش گفته بود که من وقتی جیمز باند وارد میشه من دارم میرمیستم نکنه که برگردم و باش بیام بیرون. میاره میذارش توی هلیکوپتر، میاد پایین. البته اونی که میاد پایین بدله، ولی همه اونها خودشه، هنرپیشه نیست. این میدونید چرا جناب شرفشاهی؟ به خاطر اینکه ایشون میخواست تأیید بکنه جیمز باند رو. جیمز باند 007
2007 بود، من با روجر مور رفیق بودم، یکی از جیمز باند ها رفیق بودم، با هم خیلی صحبت کرده بودیم و جیمز باند آقای شرفچایی 2007 هفتمین آژان، هفتمین افسر از یک سرویس امنیتی اطلاعاتی تروریستی سمجسته میگن بریتانیا است که مأموریت های خارج از کشور انجام میده، مثل دایانایی که اینجا زدن کشتنش. نکته مهم دیگه آقای رضا بدیعی، افتخار ایران در امریکا، روانش شاد. من چند بار که امریکا آمدم افتخار گفتگو دیدار با ایشون رو داشتم و میدونید که ایشون آفریننده سریال های بالاتر از خطر هست، میشن امپاسیبل ما میگیم، بالاتر از خطر و مرد 6 میلیون دلاری رو رضا بدیعی ساخت، یکی از بزرگترین سینماگران هالیووده. رضا بدیعی، من به خنده بهش گفتم که چون این میشن امپاسیبل یا بالاتر از خطر یه تیمی هم اینا که میرن خارج از کشور خودشون که به اصطلاح بریتانیایی هستن، حکومت سرنگون میکنن، آدم میکشن، جنرال ها چه میکنن، بعدم اگر هم کشته بشن، دستگیر بشن، نباید بگم مانون جان. من به رضا بدیعی استاد میبوسم روان پاکش رو، چون روانش با ماست، گفتم چه خوب تو کلک زدی این میشن امپاسیبل ساختی، استعمار انگلیس رو در دنیا با سینما نشون دادی. یو یه خنده به من کرد و یک سری از همین دوستان لس آنجلسی هم تو اون جایی که من بهش گفتم بودن، دست گذاشت رو شونه من آقای شرفچین، من بود یه گوشی، گفت تو عجب نکته رو گرفتی، گفت فکر میکنی که هیچ کتاری نکته نگرفته که من ضد انگلیسی دارم کار میکنم. خب شما ببینید چنین ملکه ای هم هست، چنین مملکتی هست، چنین سرزمین هست. بعد نکته مهم آقای شرفچین، من سال 1982 مقاله نوشتم، 1982 چه خورده سال نوشتم، شیخ زبیر همان شکسپیر است و اونجا گفتم که آقا جهان عرب اعلام کرده که این ملکه نواده پیغمبره. حالا این رو همین یه ماه پیش هم بحث کردن، شما هم توی مجلتون گذاشتین جگر، یعنی درست از قبل از مرگش دوباره این رو پخش کردن که از نواده سادات تازی است و نواده پیغمبر اسلامه. اینه که ما بدبختیمون از سادات تازی و روحانیت تا اینا رو ریشی از این مملکت برنیندازیم، اینا همه جاسوساشون با ما هستن و تخریب ما رو میارن و با جنگ دیگر پدر ما رو در میارن. بله بسیار ممنون، در حال وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین، مطالب جالبی رو با ما و با هموطنانمون در حال در میون گذاشتین. از شما سپاسگزارم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. میبوسمتون استاد شرفشاهی، روز شبتون خوش، بدرود، خدا نگهدار. خدا نگهدار. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت، همراه آقای دکتر منوچهر رزمارا و سیاوش اوستا با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.